جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن با ما. آقای برزگر، به گمانم در هر کشور دیگری اتفاق مشابهی میافتاد. بالاخره خیلی‌ها می‌ماندن که ببینن تحقیقات به کجا میرسه، پلیس چی میگه، کارگاه‌ها چی میگن، ولی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی شبیه داستان چوپان دروغو شده، یعنی هیچکس باور نمی‌کنه حرفای اونها رو. بله، خب البته دلایل مشخص و قطعی وجود داره که کسی حرفای مقامات جمهوری اسلامی رو باور نکنه و انجام این حملات شیمیایی به مدارس رو کار خود جمهوری اسلامی بدونه، نه حتی گروه‌های خودسر یا حتی گروه‌های افراطی و بنیادگراتر از حاکمان فعلی، بلکه درست خود حاکمیت هستش که این کار رو داره انجام میده. به سه دلیل قطعی در واقع میشه این حملات رو نتیجه اقدامات و فعالیت‌های جمهوری اسلامی دونست. دلیل اول در واقع وسعت و ابعاد حملاتی است که داره صورت میگیره. در بیش از 100 روز گذشته، یعنی از زمانی که این حملات در قم شروع شد تا امروز که چهار گوشه کشور رو، تمامی استان‌ها رو تقریبا در بر گرفته، خب مقامات امنیتی، نیروهای امنیتی که در سرکوب توانایی خودشون رو نشون دادن که چگونه حتی میتوانن کودکان رو بکشن، چگونه میتوانن فردی رو فقط به خاطر انتشار یک پست در اینستاگرام پیدا بکنن، بازداشت بکنن، یا به بازداشت شدگان رو در کمتر از چند هفته به اعدام محکوم میکنن و به شکل حکومتی به قتل برسونن، در این زمینه ناتوان هستن. ببینید، همونطور که گفته شده، ترکیب این گاز و تولید اون کاری نیست که افراد عادی بتونن انجام بدن. بنابراین تولید، توزیع و بکارگیری این گازها در هر مرحله این امکان رو به راحتی برای نیروهای امنیتی و سرکوبگر فراهم می‌کردی که بتونن در واقع عاملان تولید، توزیع و بکارگیری این گازها رو شناسایی بکنن و این در واقع اتفاق نیفتاده. خب این مشخص هستش که چنین اقدامی در چنین گستره‌ای بدون یک پوشش حمایتی حکومتی غیر ممکن خواهد بود. دلیل دوم سوابقی است که جمهوری اسلامی داشته. شما اگر نگاه بکنید می‌بینید که از قتل‌های محفلی در کرمان گرفته تا اسیدپاشی‌ها در اصفهان، حمله به هواپیمای مسافربری، کشتار مردم بی‌گناه، قتل عام زندانیان، انواع و اقسام جنایت‌های سازمان یافته حکومتی جای تردید باقی نمیگذاره که حکومت این سابقه رو داشته و دلیل نداره که این بار دست به چنین اقدامی نزده باشه. دلیل سوم همین هستش که ببینید، یک داوری عمومی وجود داره از پدران و مادران نگرانی که جلوی مدارس حاضر میشن و علیه یک حکومت بچه کش شعار میدن، تا فعالان سیاسی و ناظرانی که با کنار هم قرار دادن شواهد و اسنادی که وجود داره به این نتیجه قطعی میرسن که این اقدام اقدامی است که از سوی جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، به دلایل مشخص که در واقع این هستش یکی از روشهایی که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته داشته این بوده که یک بحران رو با ایجاد بحران دیگر و در واقع رسیدگی به یک بحران رو با ایجاد یک بحران جدید به تعویق بیاندازه. اما خب چون این عملی در واقع نتیجه عکس داده، یعنی حتی اگر الان هم مردم نگران این بشن که نگران وضعیت فرزندان خودشون بشن و مسائلی مثل انقلاب زن، زندگی آزادی، وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و همه اینها تحت شعاع این اخبار قرار بگیره، اما بعد از مدتی پرونده حملات شیمیایی به مدارس و به فرزندان به پرونده های قبلی اضافه میشه. فراموش نمی کنیم که در جریان سرکوب انقلاب زن، زندگی، آزادی، همین ماموران امنیتی و نهادهای سرکوبگر بودند که در واقع با پرتاب گاز اشکاور به داخل مدارس دخترانه سعی می‌کردند که از اونها انتقام بگیرند. بنابراین کاملا این قضاوت و این یه ارزیابی که شهروندان ایرانی دارند و مسئول این وقایع رو شخص علی خامنه‌ای میدونن که در واقع خواستار تنبیه نوجوانان شده بود و این نمونه عینی و مصداق عملی همون تنبیه و خواسته است که او داشت، بنابراین به درستی جمهوری اسلامی رو مسئول این اقدام تروریستی قلمداد میکنه. ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن.